سلام دوستان، خیلی از شمایی که دارید کانال بایسکی رو دنبال میکنید احتمالاً یا دارید پایان‌نامه ارشد دکتراتون رو میگذرونید و یا اینکه علاقمند به تحقیق و پژوهش هستید. احتمالاً تو این مدت خیلی وقتا پیش اومده که سوالی داشتید و دنبال افرادی میگشتید که بتونن سوال شما رو جواب بدن. خب مطلبی که هست اینه که شما از هر شخصی سوال کنید توی در واقع حیطه خودش متخصصه و اینکه ممکنه سوال شما رو جوابی واسش نداشته باشه. اما فضای مجازی امروزه این بستر واسه ما فراهم کرده که بتونیم سوالاتون رو بپرسیم و افراد متفاوت با تخصصهای متفاوت بتونن بیان و اون سوالات رو جواب بدن. یکی از بهترین بسترهایی که توی فضای مجازی فراهمه واسه اینکه محققین و پژوهشگران بتونن جواب سوالاتشون رو بگیرن، پلتفرم ریسرچ گیت هست. این پلتفرم یه پلتفرم جمع و جوره، مخصوص دانشمندا، محققین، دانشجوهاست که بتونن اونجا در واقع فعالیت کنن و به سوالات همدیگه جواب بدن و اینکه بدونن در واقع از تجربیات هم استفاده کنن. امروز می‌خوایم در مورد این پلتفرم یه مقدار بیشتر صحبت کنیم و یاد بگیریم چطور می‌تونیم توی این پلتفرم سوال بپرسیم تا بتونیم جوابای بهتر و بیشتری دریافت کنیم. اگر می‌خواید در مورد این موضوع بیشتر بدونید در ادامه این ویدیو با من همراه باشید. میلاد هستم و اینجا کانال بایو اسکیل. من به صورت هفتگی یه سری ویدیو در مورد آموزش زیست شناسی مولکولی و بیوانفرماتیک و یه سری از تجربه های تحصیل و زندگیمو توی استرالیا با شما به اشتراک میذارم. اگه مایل بدین این سب ویدیو هستید لطفا این پایین روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و اگر اون زنگوله کنار سابسکرایب هم کلیک کنید وقتی من ویدیو جدیدی منتشر میکنم واسهتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید تشریف بیاین و اون ویدیو رو ببینید. دوستان، ریسرچ گیت یکی از شبکه‌های اجتماعی مخصوص دانشمندا و محققینه که سال 2009 فعالیتش رو با 25000 عضو شروع کرد اما تونست تنها طی 2 سال تعداد اعضاش رو به 1 میلیون نفر برسونه. الان که من دارم با شما صحبت میکنم ریسرچ گیت حدود 20 میلیون نفر عضو داره و بیش از 100 میلیون داکیومنت علمی روی این سایت بارگذاری شده. یه نکته جالبی که در مورد این سایت هست اینه که بیشتر اعضایی که روی این سایت فعال هستن، در واقع روی این پلتفرم فعالیت میکنن، افرادی هستن که رشتهشون زیر مجموعه گرایش‌های در واقع زیستشناسی و پزشکیه و این خیلی به ماها کمک میکنه که بتونیم جواب سوالایی که داریم اونجا بگیریم. این پلتفرم رقبایی مثل آکادمیا، مندلی و گوگل اسکالر هم داره اما تعداد اعضایی که روی ریسرچ گیت فعالن بیشتر از پلتفرم‌های رقیب هست. بچه، تنها محدودیتی که من فکر میکنم بچه های کارشناسی توی ایران داشته باشن واسه استفاده از این پلتفرم اینه که شما وقتی میخواید ساین آپ کنید، در واقع ثبت نام کنید توی این وبسایت، نیاز به یه ایمیل آکادمیک دارید، یعنی ایمیلی که دانشگاه به شما داده باشه. مثلا اگر شما دانشگاه تهران درس میخونید، مثلا وبسایت دانشگاه، دامین دانشگاه اینه www.tmu.ac.ir. خب ایمیلی که دانشگاه به شما میده مثلا میتونه به این صورت باشه که اسم شما tmu.ac.ir. همچنین ایمیلی دانشگاه در واقع به بچهای ارشد خیلی وقتا میده، به بچهای دکترا حتما میده. اما در مورد بچهای کارشناسی من یه نظرسنجی گذاشتم روی پیج اینستاگرامم. خب 60-70% گفته بودن آره دانشگاه ما این کار رو انجام میده، این ایمیل رو به ما میده. بعضی هم گفته بودن با توصیه نامه استاد یا مثلا پژوهشی این کار رو به ما میده، یا مثلا اگر ما طرح پژوهشی داشته باشیم میتونیم این ایمیل رو بگیریم. اما در نهایت اگر یه مقدار در واقع سماجت کنید، یه مقدار اصرار کنید، حالا یه مقدار برید پژوهشی و برگردید با استادتون صحبت کنید، احتمال اینکه بتونید حتی توی کارشناسی این ایمیل رو بگیرید هست. پس این میشه تنها مانع شما واسه استفاده از این سایت. اما چرا میگم ریسرچ گیت یه شبکه اجتماعی عالی واسه پرسیدن سوالات؟ این به این دلیل است که اگر سوالتون رو درست بپرسید حتما چند نفر به شما جواب خواهند داد. اما چه دلیلی باعث میشه که حتما وقتی شما سوالی مطرح میکنید جواب بگیرید؟ این به دلیل اون الگوریتمی هست که ریسرچ گیت اون رو در واقع دنبال میکنه و واسه اون سایت تعریف شده. ببینید، ریسرچ گیت از دو طریق تشخیص میده که تخصص یک فرد چیه. یعنی در واقع شما وقتی اکانت میسازید از دو راه ریسرچ گیت متوجه میشه که شما چه تخصص هایی دارید. اولین راه وقتی شما دارین ساین اپ میکنید یه سری سوالا از شما میپرسه، مثلا میگه تخصصاتونو اینجا وارد کنید، شما هم به صورت تگ اونا رو وارد میکنید و در واقع اونا توی پروفایل شما میمونه. این یه راه. راه دومش هم اینه که در واقع وقتی شما مقالاتتون رو دارید آپلود میکنید روی ریسرچ گیت، با توجه به موضوع مقاله، با توجه به متن مقاله، ریسرچ گیت میتونه متوجه بشه که شما در واقع چه تکنیک هایی رو بلد هستید. از در واقع مجموع این دوتا ریسرچ گیت میتونه تشخیص بده که تخصص شما چیه. حالا وقتی یه نفر سوالی تو ریسرچ گیت مطرح میکنه، با توجه به عنوان سوال و متن سوال و در واقع داده هایی که شما وارد میکنید وقتی سوال رو دارید مطرح میکنید، ریسرچ گیت میاد تشخیص میده که چه افرادی با چه تخصص هایی میتونن به این سوال جواب بدن و این سوال رو در واقع توی بخش question که حالا بعدا توی ادامه ویدیو بیشتر باش آشنا میشیم به اون افراد نمایش میده.
حتی بعضی وقتا بعضی از سوالا رو به صورت مثلا Q&A واسه افراد ایمیل میکنه، میگه همچین سوالایی هست، اگر بخواید شما میتونید اونجا جواب بدید. خب به خاطر اینکه سوال شما رو به تعداد زیادی افراد نمایش میده، همیشه چند نفر هستن که در واقع وقت و حوصله‌اشو داشته باشن که به شما جواب بدن و معمولا به احتمال خیلی زیاد وقتی شما سوالی رو مطرح میکنید، بعد یکی دو روز تعداد در واقع چندین جواب دریافت میکنید واسه اون سوالی که مطرح کردید، و بعضی هم در واقع خیلی با دیتیل و خیلی جزئی به سوال شما جواب میدن. خب حالا که با پلتفرم ریسرچ گیت بیشتر آشنا شدید، بذارید بریم روی وبسایت یه نگاه بندازیم و ببینیم چطور میتونیم از این پلتفرم استفاده کنیم. خب دوستان، توی سایت که ساین اپ کردین که خیلی هم کار آسونیه، فقط یه ایمیل دانشگاهی ازتون میخواد و بعدش هم در واقع اون تخصصاتتون رو سوال میکنه، اگر مقاله ای دارید ازتون سوال میکنه، اگر خودش حد میزنه مقاله ای واسه شماست بهتون در واقع ساجست میکنه، شما حالا تایید میکنید یا رد میکنید، مراحل کوتاهی داره، یه پروفایل واسه خودتون میسازید. وقتی وارد پروفایلتون شدید در واقع یه صفحه اینجوری مشاهده میکنید، بالا سه تا گزینه داره، هام کوشنز اند جابز، و این برم در واقع سمت راست بالای صفحه نوتیفیکیشن ها و پیغامایی که واسهتون میاد رو مشاهده میکنید. خب مثل همه شبکه‌های اجتماعی دیگه وقتی تو بخش هام هستین میتونید در واقع اون مقاله ها یا اون کارهای علمی یا اون مواردی که افرادی که فالو میکنید در واقع پابلش میکنن رو ببینید. میبینید مثلا حالا اونایی که من در واقع فالو میکنم اینجا مقاله هاشون واسه من میاد، آخرین کارهایی که توی خود در واقع پروفایل خودشون اد کردن واسه من اینجا میاد بالا و من میتونم اونا رو ببینم و بخونم. تب دوم تب questions هست. اینجا همون جاییه که در واقع میتونید سوالا رو ببینید، جواب بدید یا خودتون سوال بپرسید. بعداً برمیگردیم بیشتر در موردش صحبت میکنیم، فقط الان خیلی کوتاه بگم که در واقع سه تا تب داره خودش. نوشته که questions we think you can answer. در واقع همونجوری که خدمتتون گفتم، طبق الگوریتمی که داره این شبکه فکر میکنه که شما مثلا این تخصصا رو دارید. میبینید که مثلا این تخصصایی که من توی پروفایلم نوشتم، حالا بر طبق اینا میگه شاید شما بتونید به این سوالات جواب بدید. اینا هم در واقع سوالاتی نیستن که فالوورهای من یا اونایی که من فالوشون میکنم سوال کرده باشن، حالا از هر جای دنیا میتونه سوال کننده وجود داشته باشه. تب بعدی هم questions you follow. ببینید توی این بخش اگر شما در واقع سوالی رو پرسیدین یا کسی دیگه سوالی پرسیده شما جواب دادید و در واقع توی اون مبحث شرکت کردین، اینجا در واقع ادامهش رو میتونید مشاهده کنید، یا اینکه مثلا چه آپدیت هایی شده روی اون جواب و اینجور صحبت ها. تب آخر هم سوالی که شما خودتون پرسیدید. خب من زیاد سوالای در واقع تعداد زیادی سوال نپرسیدم، واسه همین اینجا فقط همین دو تا سوال موجوده. تب سومی هم که این بالا سمت چپ مشاهده میکنید جابز هست. در واقع کمپانی هایی که توی ریسرچ گیت هستن میان فرصت های شغلی که تو اون کمپانی ها وجود داره رو اینجا پست میکنن و شما میتونید برید ببینید واسهش مثلا مناسبید یا نه و واسه اون شغل ها اپلای کنید. فکر نمی کنم خیلی تو ایران کار کنه، اما خارج از ایران قطعا در واقع منبع مناسبی واسه اینکه دنبال کار بگردید. بذارید واسه اینکه بهتر با این شبکه اجتماعی آشنا بشیم، من پروفایل یکی از اساتید رو چک کنم و ببینیم در واقع چه چیزایی داره، چه شکل میشه تحلیلش کرد و چه مواردی توش میشه در واقع توجه کرد. من یکی از اساتیدی که قبلا باهاشون در واقع مصاحبه کردم و اینجا برم پروفایلش رو چک کنم. خب شما هم همچین پروفایلی دارید، یعنی در واقع بقیه افراد میان پروفایل شما رو میبینن، یه همچین حالتی داره، بالا اسم و در واقع عکس پروفایلتون درج میشه. در ادامه یه بخشی داره به اسم دیسیپلینز. بچه توی این در واقع بخش دیسیپلینز حوزه در واقع کاری اون استاد مشخصه. این استاد میگه من روی میکروبیولوژی کار میکنم، استراکچورال بیولوژی کار میکنم و مولکولار بیولوژی کار میکنم. پایینش به صورت ریزتر میگه این استاد چه تکنیکایی رو کار میکنه یا مثلا چه تخصصهایی رو بلده که در واقع به عنوان تکنیک آزمایشگاهی انجام بده. یه در واقع کادر پایینش هست به اسم استیت اوورویو. شما میتونید در واقع ببینید این استاد چند تا سایتشن شده به مقالاتش، چند بار مقالاتش رو خوندن توی ریسرچ گیت، چند بار به بقیه ریکامند شده این استاد. یه عددی هم هست به اسم توتال ریسرچ اینترست. این در واقع امتیازی که به این شخص داده میشه بر اساس در واقع فاکتورهای مختلفی، این شکلی نیست که حالا دو تا عدد جمع کنن این امتیازو بدن. پس سایتشن داره، ریت داره، ریکامندیشن داره و موارد دیگه‌ای که توی پروفایل اون شخص اتفاق میفته. یکم بیاین پایین تر، دوباره اطلاعات کلی از اون شخص بهتون داده. در واقع گفته که 260 تا ریسرچ آیتم اینجا بارگذاری کرده این شخص، 6 تا پروژه رو الان داره،
نه به سوالی جواب داده و نه سوالی پرسیده توی در واقع پروفایل ریسرچ گیتش. این پایینم که بیاین شما میتونید مقاله اون شخص رو بخونید. بذارید من برگردم بالا برم توی این قسمت ریسرچ. خب توی این بخش ریسرچ بازم در واقع به صورت جزئی تر اون اطلاعات ریسرچ رو به من داده. اونجا اگه خاطرت باشه توی تب اوورویو به صورت اوورویو در واقع به ما این اطلاعات داده بود، اینجا خیلی ریس تر. اینجا در واقع گفته که این شخص 260 تا داکیومنت تا حالا توی در واقع پروفایل ریسرچ گیتش آپلود کرده. 260 تا داکیومنت لزوما 260 مقاله نیست. میبینید که 220 تاش مقاله است، یه دونه کتاب، 6 تا چپتر از کتابای مختلف، دو تا کانفرنس پیپر. دیتا در واقع 21 عدد دیتا اینجا وارد کرده. شما برید تو بخش دیتا میبینید مثلا یه عکس خاص توی یه مقاله یا یه مثلا توضیح خاص توی یه جدول. من بیام یکیشون رو باز کنم ببینید. حالا اینجا مشخصه من روش کلیک کنم، این پایین فایلش موجوده. میبینید مثلا یه جدول با توضیحاتش. خب اینا زیاد خارج از مقاله قابل خوندن نیست، اما آدم میتونه لازم فرمتش استفاده کنه و در واقع میمیک کنه این کار رو واسه مقاله خودش. من برگردم این بخش ریسرچ، چیز خاصی نداره. حالا کسی بخواد مقاله رو بخونه از اینجا راحت میتونه دسترسی داشته باشه. یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، اون مقالاتی که در واقع توی سایت مجله ها باید شما پولی خریداری کنید، اینجا میتونید بیاید تو پروفایل اشخاص هم پیداشون کنی. حالا یه راهی واسه اینکه بتونید مقاله رو دانلود کنید. توی بخش اکسپریانس سوابق شغلیشون رو می‌نویسن افراد. حالا این استاد نوشته از سال 1994 توی دانشگاه سیدنی مشغول به کار بوده. خب اگه کسی مثلا چند تا جای مختلف کار کرده میتونه اونا رو بنویسه. یه بخش مهمی داره این شبکه اجتماعی، خب یکی از مهمترین بخش‌های این شبکه اجتماعی به اسم اسکورز. ریسرچ گیت یه امتیازی به هر شخص و یا به هر اکانتی که توش فعاله میده به اسم RG اسکور که مخفف همون ریسرچ گیت اسکور هست. می‌بینید این استاد امتیازش 45 و 75. اینکه این امتیاز مثلا 100 باشه دلیل بر این نیست که اون شخص شخص مهمتریه، اما در مجموع با توجه به یه سری در واقع فاکتورها ریسرچ گیت یه امتیازی میده و با اون امتیاز میشه فهمید که این شخص چقدر در واقع فعال توی حوزه تحقیقات و پژوهش. بذارید یه مقدار در واقع عدد رو بیشتر بررسی کنیم. اینجا گفته امتیاز این شخص 45 و 75 صدمه، اما اینجا اومده کنارش به تفکیک گفته که مثلا 99.82 صدمه درصد این امتیاز از مقالات این شخص میاد. این شخص هیچ سوالی نپرسیده و به هیچ سوالی هم جواب نداده، پس بنابراین هیچ در واقع امتیازی بهش تعلق نمیگیره از این بخش های question and answers. خب میتونه این کار رو بکنه امتیازش بالاتر بره. البته خب استاد خیلی از اساتید، خیلی از اونایی که مثلا حالا جایگاه علمی بالایی دارن مثلا کلا تو این فضا نیستن، بیشتر فضای دانشجویی و خب مثلا اونایی که حالا جوانترن و فعالن توی تحقیق در واقع تو این فضا کار میکنن و سوال میکنن و جواب میگیرن و 18 صدم درصد هم در واقع به خاطر فالوورهای این شخص بهش امتیاز داده. یکی عدد دیگه که اینجا بهتون میده اچ ایندکس اون شخص هست، میگه که اچ ایندکس این شخص 55. اگر بخوایم سلف سایتیشن ها رو در واقع اکسکلود کنیم یا حذف کنیم اچ ایندکسش میشه 52. خب زیاد هم متفاوت نیست. اچ ایندکس هم خلاصه بهتون بگم در واقع میتونه نشون دهنده اعتبار علمی اون شخص باشه، البته نه لزوما بازم، اما خب معیاریه که خیلی جا استفاده میشه واسه اینکه ببینم اون شخص چقدر اعتبار علمی داره. توی گوگل اسکالر هم از این استفاده میشه. اینا مواردی بودن که در مجموع شما توی پروفایل ریسرچ گیتتون میبینید. من می‌خواستم فقط یه ریویو کلی کنم، اما مبحثمون این بود که چطور میتونیم سوال کنیم توی در واقع شبکه اجتماعی ریسرچ گیت. شما اگه بیاین توی این بخش کوشن دو تا تب این بالا میبینید، دو تا دکمه این بالا میبینید، یکیش Ask a Technical Question و دومیش هم Start a Discussion. اگر دکمه Start a Discussion رو بزنید اون سوال یا مبحثی که مطرح میکنید فقط بین شماست و اون افرادی که شما رو فالو میکنند یا شما اونا رو فالو میکنید، اما شما نمیخواید دامنه افرادی که در واقع سوال شما رو میبینند محدود بشه، پس میاید دکمه Ask a Technical Question رو میزنید. خب میبینید که چند تا بخش داره. توی این بخش Question عنوان سوالتون رو میپرسید، در واقع خیلی کلی میگید که چه سوالی میخواید بپرسید، سوالتون توی چه حوزه‌ایه. توی بخش دسکریپشن همونجوری که میدونید میایید توضیح میدید. بهتره که همونجوری که ریسرچ گیت سفارش کرده تا میتونید به صورت تفکیک شده مرتب و با انگلیسی روان. حالا خیلی نمره نمیخواد کسی به زبانتون بده، اما یادتون نره که جوری بنویسید که واسه بقیه قابل فهم باشه.
اینجا شما باید هر چقدر که میتونید جزئیات بدید به اون اشخاصی که سوال شما رو میبینن، چون که بدون داشتن جزئیات اون شخص نمیتونه جواب شما رو بده. هر چقدر شما تفکیک شده تر، مرتب تر و دستبندی شده تر سوالتون رو بپرسید، تعداد بیشتری جواب دریافت میکنید و جوابهای بهتری دریافت میکنید. توی اون رادیو باتم اول نوشته I'm looking for a definition of a term or phrase. این در واقع مربوط میشه بیشتر به سوالات تئوری. و رادیو باتم دوم نوشته که I have a different research related question، که در واقع میتونه هر چیز دیگه رو شامل بشه و شما هم اون گزینه رو انتخاب میکنید، در واقع گزینه دوم واسه شما مناسبه. و آخرش هم ادفالز داره. بچه واسه اینکه سوالتون در واقع جواب بهتری بگیره، مخصوصا مثلا اگه دارید PCR انجام میدید، مثلا باند اضافه گرفتید، دارید فلان تکنیک رو انجام میدید، یه چیزی در واقع توی اون تکنیک هست که شخص دیگه باید اون رو ببینه، یه جل مثلا STS page run کردید یا هر چیزی که باید دیده بشه تا جواب به شما بدن، شما نمیتونید این چیزها رو تعریف کنید، مثلا بگید من یه باند دارم تو این ناحیه، یه باند دارم تو این ناحیه، خب حالا جواب من چی میشه؟ این کارو نکنید. شما عکس ژلتون رو بذارید، حتی من توصیه میکنم روی اون عکس ژل در واقع مشخصات رو هم بنویسید. یعنی مثلا بنویسید روی خود ژل علاوه بر اینکه توی مد توضیح میدید، بنویسید که مثلا این 100 بیس پر، این 200 بیس پر، مثلا این باند منه که باید مثلا 250 بیس پر باشه، و هر جوری که میتونید جزئیات بیشتری به اون در واقع شخصی که میخواد به شما جواب بده ارائه کنید. اما بریم ببینیم کسی که سوال می‌نویسه چطور سوال می‌نویسه و چطور می‌تونه جوابش رو بگیره. در واقع می‌خوایم با هم یه نمونه از سوالی که پرسیده شده رو بررسی کنیم و ببینیم با مشخصاتی که ریسرچ کیت ازتون خواسته چقدر مطابقت داره. اینجا یه شخصی در واقع سوال پرسیده که من چطور می‌تونم از شر باندهای نان اسپسیفیکی که دارم توی PCR خلاص بشم. خب یه مشکلی که خیلی ممکنه داشته باشن، سوال عمومیه، واسه همین تعداد زیادی جواب گرفته. بیاید پایین‌تر می‌بینید که 17 تا در واقع جواب گرفتین این سوال که بهش پیشنهاد کردن راهی که میتونه از شر این باندها خلاص بشه. بچه همونطور که گفتم اگر برید در واقع توی هلپ این سایت ریسرچ گیت بخونید، 4 تا توصیه کلی کرده واسه اینکه شما سوال بپرسید. اولین توصیه‌اش این بوده که تا میتونید جزئیات بگید در مورد اون سوالی که میپرسید و دیتای کافی رو بدید به اون اشخاصی که میخوان به سوال شما جواب بدن. خب این شخص گفته که من از یه پرایمر جی سی ریچ استفاده میکنم، در واقع مشکلم اینه که تعداد باندهای نان اسپسیفیک هم زیاده. بعدش هم نوشته که من سعی کردم که در واقع دو مرحله انجام بدم پی سی آر، اما همونجوری که بقیه بهش پیشنهاد کردن احتمالاً مثلا هات استارت انجام داده و گفت که تعداد در واقع این باندهای نان اسپسیفیک هم کم شده اما همچنان اینا اونجا هستن. گفته که در واقع باند پی سی آر من اون باند پررنگ، اینجا شما نوشته اینو که در واقع طولش هم حدود 270 بیس پر و لدرش هم توضیح داده که 100 بیس پر. من همونجوری گفتم اگر من جاش بودم حتی در واقع اون عکسو کراپ می‌کردم، مشخصات رو اون عکس می‌نوشتم که کسی که میخواد در واقع اون ژلو ببینه به راحتی توی یه نگاه بتونه اونو ببینه و به من جواب بده. توصیه دومی که ریسرچ گیت کرده اینه که منابعی در واقع توی سوالتون قرار بدید که سوال شما رو ساپورت کنن. حالا منظورش این بوده که در واقع اگر سوالتون رو در مورد یه ژل میپرسید، یه ژل آگاراز یا یه ژل STSP یا یه نمودار یا یه گراف یا یه مقاله، اون منبع رو قرار بدید، اون عکس ژل رو بذارید، اون لینک مقاله رو بذارید که طرف بره بخونه یا اون عکس رو باز کنه ببینه و بتونه به شما جواب بده که این شخص این کار رو انجام داده. میبینید در واقع عکس اد کرده به عنوان فایل که شما اینجا میتونید زیر در واقع اون نوشته هاش اون عکس رو ببینید. توصیه سوم ریسرچ گیت همونجوری که قبلا خدمتتون گفتم اینه که سوالتون رو طبقه بندی شده، دسته بندی شده بپرسید و با انگلیسی روون. حالا انگلیسی این شخص بد نیست، انگلیسی خوبی داره و حداقل قابل فهم کاملا، و اینکه در واقع مرتب و منظم نوشته. البته میشد از این بهترم نوشت، در واقع میشد دیتای بیشتری داد یا مثلا سوال دستبندی کرد، کاملا مشخص کرده سوالش کجای متنم با گذاشتن علامت سوال. ریسرچ گیدم پیشنهاد میکنه که آقا یه متن خبری ننویسید، یه جمله خبری ننویسید، بگید این سوال منه، مشخص کنید که این بخش متن من سواله، که این کار رو این شخص انجام داده. و یه نکته دیگه که ریسرچ گید توصیه کرده، هیچ ربطی هم به در واقع اون بخش سوال گذاشتن نداره اما گفته که تأثیر داره توی جواب گرفتن، اینه که ریسرچ گید گفته که در واقع پروفایل هایی که عکس دارن 150% بیشتر جواب میگیرن از اون پروفایل هایی که در واقع عکس ندارن. خب این خانم هم عکسشو گذاشته توی پروفایلش
و در کل این سوالی که پرسیده 17 تا جواب گرفته، اینجا میتونید ببینید که تعداد خوبیه. قطعا توی اون 17 تا چند نفر میتونن خیلی خوب راهنماییش کنن. بیاین جواب رو ببینید. خب میبینید مختلف در واقع جواب دادن، بعضی حالا مفصل‌تر واسش نوشتن، کامل واسش جواب دادن که این کارو بکن، اون کارو انجام بده، پی سی آرت بهتر میشه. اینجا میبینید یه شخص دیگه هم باز اومده یه جواب حالا پروپیمون بهش داده، گفته فاکتورهای مختلف رو میتونی بررسی کنی، تی امت، کانسانتریشن منیزیومت و در واقع تعداد اون سایکلایی که داری، و در واقع پیشنهادهای مختلفی هم گرفته تو جواب. مثلا یه پیشنهاد خاص نیست که بگه حالا مثلا دو تا سه تا پیشنهاد گرفته یا مثل هم همه نوشتن. هر کسی با توجه به تجربه‌ای که داشته اومده جوابی که در واقع فکر می‌کرده درسته نوشته و این شخص میتونه همه جواب‌ها رو بخونه و در واقع اون جوابی که به دردش میخوره یا فکر میکنه واسهش کار میکنه یا قبلا امتحانش نکرده رو امتحان کنه و در واقع تحقیقش رو پیش ببره. خب دوستان، امروز با پلتفرم ریسرچ گیت بیشتر آشنا شدیم. امیدوارم آشنایی با این پلتفرم بهتون کمک کنه که اگر سوالی دارید و میخواید مطلب جدید در مورد در واقع اون موضوعی که دارید در موردش پژوهش انجام میدید بدونید، بتونید راحت‌تر به جواب اون سوال برسید. لطفاً اگه سوالی در این مورد دارید توی بخش کامنت ها واسم بنویسید. اگر هم تا حالا سابسکرایب نکردید پیشنهاد میکنم سابسکرایب کنید، و اگر اون زنگوله کنار سابسکرایب هم کلیک کنید، وقتی من ویدیو جدیدی منتشر میکنم واسهتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید تشریف بیارید و اون ویدیو رو ببینید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.